سلام به همه، سلام به دوستانی که به ما میپیوندند. خوش آمد این هفته گفتگو درباره سلامت روان. خانم پورعبدالله سلام. سلام، خوش آمد. مرسی، حالتون خوبه؟ ممنون. شما خوبه؟ ممنون، مرسی. روزگار کرونا لندن که اوکیه فعلا. حالا مثل این که لاغل جایی داره از این فاجعه تغییرات مثبت بعد تغییرات مثبت زیاد بوده. بعد داریم کم کم از همه گیری یکم خلاص میشه. امیدوارم برای همه جغرافیه ها این مدل پیش بره. امیدوارم به ویژه ایران. خب خیلی خوش آمدین دوستان. من کامنت ها رو میبندم، یه توضیحی میدم، وارد بحث میشیم، بعد دوباره باز میکنم کامنت ها رو در نیم ساعت، سعی میکنیم نیم ساعت آخر صحبتمون و بعد نیم ساعت 20 دقیقه و بعد ادامه میدیم تا وقتی که زمان داریم. بسیار عالی، خوشحالم که این هفته هم با ما هستین. ممنون خانم پورعبدالله. ما چند هفته هست که داریم راجع به الگوهای رابطه صحبت میکنیم، از مقدمه هایی که شروع کردیم، احترام به چه معنایی در روابط، چطور میتونیم روابط سالم تری رو داشته باشیم، و بعد الگوهای مختلف رو پیش بردیم. تا الان 5 الگوی متفاوت که در دسته اول در واقع جا داشتن رو راجبش صحبت کردیم. روابطی که بر اساس نیاز پیش میره، روابطی که بر اساس هویت یابی و ارزشمندی طرف مقابل شکل میگیره، روابطی که یک قالب مشخص رو پی میگیره و اعضای اون رابطه که میتونن خانواده هم باشن، اون به نوعی انگار که موظفن تمام اون دستورالعمل از پیش تعیین شده رو تا انتها پیش ببرن. و دو رابطه آخری که راجع بهش صحبت کردیم، الگوی روابطی که صحبت کردیم، روابطی بودن که صمیمی‌تر بودن، امن‌تر بودن و یکیشون کمتر منعطف بود، یکیشون بیشتر منعطف بود. و اون این 5 الگویی که صحبت کردیم ویدیوهاش هست در ایران وایر و صفحه خانم پورعبدالله، میتونید بهش مراجعه کنید. قبل از اینکه شروع کنیم راجع به دسته دوم و الگوهای رابطه این هفته که بخوایم صحبت کنیم، من یه توضیح و هر دفعه میدم ولی الانم فکر می‌کنم بگم قبل از شروع صحبت، اینکه صحبت کردن در مورد این الگوهای روابط به معنی قضاوت اونها نیستش، بیشتر برای اینه که ما بشناسیم خودمون رو، اولا الگوها رو بشناسیم و بعد بتونیم خودمون رو پیدا کنیم که در رابطه‌ای که هستیم یا روابطی که داشتیم کجا ایستادیم و چطور پیش بریم. خب دسته دوم در واقع گفتیم که، یعنی من و شما گفتیم، هنوز مطرحش نکردیم، روابطی هستن که بیشتر گذرا محسوب میشن و در شرایط خاص پیش میان. در خدمت شما هستیم، شروعش با شما، بفرمایید. آره، این هفته آینده شاید ببینیم چقدر طول میکشه بحث ما در مورد روابطی صحبت میکنیم که یه مقدار فرمشون متفاوته با دسته اول. خیلی اوقات ممکنه روابط پایداری نباشن، رابطه گذرایی باشن، میتونن از یه شب، یه هفته، یه ماه یا چند سال میتونن طول بکشن. بعضی اوقات حتی ممکنه باعث بشن که منجر بشن به یه رابطه پایدار و مداوم. یه اولین دسته ای که من میخوام در موردشون صحبت کنم امروز روابطی هستن که ما بهش میگیم روابطی که نقش درمانی دارن، یعنی روابط التیام دهنده. حالا چرا التیام دهنده؟ چون بعد از اینکه ما وارد این رابطه میشیم، قبل از اینکه وارد این نوع روابط بشه اون فرد یا هر کسی، یک آسیبی خورده، یک اتفاق افتاده، یک چیزی رو از دست داده. معمولا مثلا شما میکنه از یک رابطه طولانی مدتی به شکل خیلی بدی اومدین بیرون. مثلا فرض کنین تجربه یه خیانت داشتین، یه طلاق خیلی دردناکی داشتین، یه حادثه ای اتفاق افتاده، طرف مقابلتون از دست دادین، یا اینکه توی زندگیتون مثلا فرض کن یه مهاجرت سخت داشتین، از خانوادتون دورین، اومدین یه جایی واقعا تنهایی، احساس تنهایی میکنین، دنبال یک رابطه مداوم نیستین ولی دنبال یک نفر هستین که بتونه تنهایی شما رو بگیره، بتونه مسکن برای شما باشه، میدونین. ولی هنوز مثلا شرایط یک رابطه مثلا پایدار رو با یه نفر ندارید، نظر مالی، نظر شغلی، نظر از هیچ لحاظ، ولی دنبال یک کسی هستین که در واقع بتونه برای شما یک مسکنی باشه. و بعضی وقتا دو نفر تو این شرایط هستن. مثلا من به مراتب با مهاجرانی کار کردم که
مثلا توی کمپ های پناهندگی همدیگر رو پیدا کردن و حتی با یک اختلاف سن بال مثلا خیلی فاحش بینشون، ولی خب دو نفر از مثلا از کشور اومدن بیرون، دو نفر از خانواده ها دور شدن، دو نفر یک آینده نامعلوم دارن جلوی روشون، دو نفر مشکلات مالی هست دارن، زبان بلد نیستن صحبت کنن، نمیدونن در زندگی قرار چه اتفاقی براشون بیفته، که این شکلی شروع کردن رابطه رو با 10 سال، با 15 سال حتی مثلا فاصله سنی، بعد 20 سال فاصله سنی، و بعد مثلا بعدها حتی این روابط مدل های مختلف داشتن، حتی کسایی هستن که با هم موندن بچه دار شدن، یه موقعی بوده که مثلا بعد از 10 سال جدا شدن از هم دیگه، بعد از 5 سال جدا شدن، برای اینکه چیزی که اون ابتدا اینا رو به هم وصل میکرده دیگه در واقع رشد شخصیشون باعث شده که از هم دیگه یه جورایی فاصله بگیرن، یعنی هدفشون توی زندگی تغییر کرده، جایگاهشون توی زندگی تغییر کرده. اینجور روابط خیلی راندومی اتفاق میفته، یعنی اون شرایط باعث میشه که آدم ها هم دیگه رو پیدا میکنن. ممکنه مثلا از نظر مثلا سابقه خانوادگی خیلی با هم متفاوت باشن، ممکنه از نظر فرهنگی متفاوت باشن، ممکنه از نظر سنی متفاوت باشن، ممکنه از نظر انتلیکتوال با هم متفاوت باشن، ممکنه از نظر تحصیلی با هم دیگه متفاوت باشن. هیچ تنها چیزی که مهمه اینه که یکی رو من میخوام که بخواد چی تنهایی من رو در واقع بگیره، جای خالی رو تو زندگی من پر کنه، و خیلی به چیزهای دیگه اهمیت نمیدیم. در نتیجه کسایی هم که از بیرون میبینن احساس میکنن که یک زوج مثلا یک رابطه ناهمگونه، دو نفر آدمی که خیلی دیگه به هم دیگه نمیخورن، بعضی آدما میگن تو با هم هستن حتی، ولی یه چیزی که هست مثلا میگم مثلا فرض کن دو نفری که از یه شهری از یک جای میان، مثلا فرض کنید از یک کشوری مهاجرت کردن، یا میگم یا مثلا دو نفر آدمی که جفتشون مثلا طلاق گرفتن، یا جفتشون ممکنه یکشون همسرش رو از دست داده اون یکی طلاق گرفته یا بهش خیانت کرده، یه درد مشترک، بعد اینجور روابط خیلی اوقات حتی ممکنه باعث موضوع بعضی الان به خاطر حالا امکاناتی که فضای مجازی در اختیار آدم ها قرار میده، حتی دو تا کشور مختلف زندگی میکنن بعضی آدم ها، دو تا شهر مختلف زندگی میکنن، و حتی ترجیحشون اینه که حتی یک فاصله جغرافیایی بینشون باشه، چون اصلا آماده اینی که بخوان روزمرگیشون رو حتی با یکی تقسیم بکنن به طور مستمر و مداوم نیستن. بعد خیلی خیلی دوست دارن، یعنی معمولا افراد از گذشته خیلی صحبت میکنن، خیلی توی حال نیستن، یعنی این گذشتهش رو میگه، اون گذشتهش رو میگه، این با این هم دردی میکنه، اون هم دردی میکنه، و خیلی حمایتی هن، خیلی هم دردی هن. خیلی اوقات مثلا پیش اومده که من با خانم هایی که مثلا جدا شدن، مهاجرت کردن، جدا شدن، مثلا بچه دارن یا بعد چند تا بچه داشتن، بعد یه پسر مجردی که اصلا نمیخواد فعلا، اصلا شرایط ازدواج نداره، وارد این رابطه میشه، اون خانم از تنهاییش فعلا در واقع یه جورایی دور میشه، اینم همینطور دنبال یه خانواده‌ای که گذاشته توی کشورش، خب نداره، با یک خانمی باشن تا بچه، و بعد از یه مدتی خب بزرگ شده، رشد کرده، انتظاراتش از زندگی عوض شده، و بعد از مثلا 4 سال 5 سال از هم دیگه جدا شدن، یا بعضی اوقات هم حتی با هم موندن، بچه دار شدن با هم دیگه. میخوام اینجور روابط خیلی زیاد میشه گفت، خیلی زیاد میشه گفتش که یعنی اینا روابطی هم که در تنگناهای عاطفی اتفاق میفته به هر صورت آدم. بله توشون بله توشون به هر صورت درد و رنج و اینها خیلی زیاد بوده، یا مثلا فرض کنید کمبودهایی در زندگی، مثلا فرض کنید ممکنه من به مراتب خوردم به مواردی که علت جدایی مثلا نداشتن یه رابطه جنسی رضایت بخش بوده، و وقتی طرف مثلا با یه نفری میره که باهاش میتونه رابطه جنسی خوب داشته باشه، براش دیگه همین کافیه، اصلا دیگه فکر نمیکنه که حالا دو روز دیگه مثلا ما با هم دیگه میخوایم چیکار کنیم، آینده‌ای داریم یا نداریم. یعنی این که من مثلا فرض کنم یه زنی بودم یا یه مردی بودم که همسرم ماها به من دست نمیزده، سالها با هم سکس نداشتیم، اینی که یک نفر یا یه پسر جوان یا یه دختر جوان بیاد نیازهای جنسی من رو برآورده کنه، و خیلی هم در واقع تمام رابطه فوکوس رو همین، و بعد از یه مدتی که دیگه این ماجرا حل میشه تازه میگن خب ما چیکار با هم دیگه بکنیم. مثلا من موقعی که از ایران میدیدم، یا حالا ایمیلایی که دارم، خیلی اوقات من تو اون سالایی که از ایران مراجعه می‌دیدم، خیلی دو پسرهای جوونی که مثلا توی روابطی بودن با خانم‌های مثلا طلاق گرفته، یا مثلا حتی تو رابطه‌هایی که حتی طلاق هم نگرفته و بچه دار، که اصلا نمیتونستن با همسرشون خوشحال نبودن، و این یعنی هر دوتاشون میدونستن که این رابطه قرار نیست به جایی برسه، ولی در این حال
روابطی بودن که هر کی نیازهای خوش جوونی که نه کار داره نه خونه داره نه پول داره، کسی بهش زن نمیده، دنبال یک آغوش گرم میگرده، دنبال یک رابطه عاطفی میگرده. خانمی هم که در واقع نه سکس داره نه خوشی داره با شوهرش، از صبح طرف میره شب معلوم نیست کی برمیگرده، معلوم نیست با چند نفر دیگه هست. میدونی از این موردا من خیلی برخورد میکردم که آدم ها درگیرش بودن. من یه دو تا در واقع سوال، یکی این که شاید در نباشه حالا یک باری هم راجب مثلا همین این نوع روابط در دنیای پناهجویی و مهاجرت صحبت بکنیم، چون یک نوع الگوهای خاص و آسیب‌های مختلفی رو در پی داره. اما میشه گفت در این نوع روابطی که الان داریم صحبت میکنیم که التیام بخش مسکن گونه میشه، وابستگی شدیدتر میشه و جدایی سخت‌تر، چون روی درد مشترک اون درده وابستگی حمایت زیاده، من فکر میکنم حمایت خیلی زیاده، همدیگر خیلی حمایت میکنن چون خیلی میتونن همزاد پنداری میکنن دیگه، میدونی هر کی میتونه خوش جای دیگری بذاره و فکر کنه که الان من دوست دارم طرف مقابل برای من چه کاری انجام بده. معمولا جداییاشون جداییای با جنگ و دعوا و اینا نیست، ممکنه جداییای غمگینی باشه. خب من خیلی موردایی داشتم که واقعا خیلی غمگین بوده جداییاشون، خیلی غمگین بودن جفتشون، اشتباه ناپذیر شده ولی جدا شدن، ولی حتی بعضی ها دوستای خوب برای هم میمونن بعضی اوقات، ولی خیلی خوب جدا میشن، یعنی بدون جنگ و بدون دعوا و بدون فحاشی و یعنی خیلی اوقات میگم این حمایتی که مدت ها هم دیگر کردن باعث میشه که یه چیز خیلی عمیقی توشون ایجاد شده بعضی اوقات، و اینکه باعث میشه که جدایی رو متمدنانه تر از هم جدا میشن. این شکلی بگم چه نقطه متوجه میشن افراد که دارن مسیرشون داره از هم جدا میشه؟ نمیشه گفت چه نقطه ای. ببینید من خیلی اوقات مخصوصا وقتی با زوجا کار میکنم، یه موقعی وقتی افراد به هم دیگه آشنا میشن از نظر احساسی توی سطح هم. خب حالا اینی که ما در چه مسیری قرار میگیریم و اون مسیر، حالا شغلی که داریم، تجارب که میکنیم، افرادی که باشون آشنا میشیم، درسی که میخونیم، حرفه‌ای که داریم، مدلی که تو جامعه وارد اون جامعه مثلا میزبان میشیم، یا اصلا ارتباطات ما، هر گونه ارتباط ما، تجارب ما، یه بیماری، یه تجربه مثلا فرض بکنید ویژه در زندگی، باعث میشه که افراد، یا اصلا آشنایی با یه نویسنده مثلا، چه میدونم کتاب خوندن، میتونه هر چیزی باشه، دانشگاه رفتن، خب باعث میشه دو نفر آدم، من مثلا یاد یه موردی میفتم که دو نفری که با هم از ایران ازدواج کردن اومده بودن اینجا و یکیشون کار کرده بود و یکی مونده بود خونه. خب بعد از مثلا 10 سال، مثلا 7 سال، 8 سال، بعد این یکی برگشته بود که خب نمیشه که تو خونه باشی، ولی خب باید بری کار کنی، و بازم مدل کارشون با هم فرق میکرد. پس اون یک کار، یک آدمی که متخصص بود و یک حقوق بسیار بالایی داشت، اون یکی هیچ تخصصی نداشت، اما بود بری یک کار مثلا خیلی عادی و مثلا با یک حقوق دستمزد خیلی پایین پیدا کنه. و بازم وقتی می اومدن خونه هیچ چخبه مشترکی با هم دیگه نداشتن، همکارای این تو یک مایه بودن، همکارای اون توی مایه بودن، و در نهایت منجر شد به جدایی، چون نمیتونن اصلا، احساس میکردن دیگه همدیگه رو نمیشناسن، هیچ چیز مشترکی دیگه با هم دیگه ندارن. درست. حالا این به این معنی نیست که دو نفر آدم، یکی اگه خونه بمونه یکی بخواد بره بیرون، دنیاهاشون فرق میکنه و در نهایت منجر به جدایی میشه. من فکر نمیکنم فقط کار و درآمد داشتن، آدما میتونن به چیزهای مختلف علاقه‌مند باشن، اینکه آدم خودش رو چه جوری فعال نگه داره، پویا نگه داره، چقدر کنجکاو باشه مسائلی که دور و برش میگذره، سعی کنه خودش رو در واقع به روز نگه داره، دو نفر آدم با هم حرف مشترک داشته باشن، یا اصلا سیستم ارزشیشون که یک جهت رشد کنه، نه تو دو جهت متفاوت. درست. مثلا فرض کن یکی میاد میگه اصلا چرا باید ازدواج کرد، ازدواج چیز چرتی، اصلا چرا باید متعهد شد، و دیگری هنوز دوست داره که مزدوج باشه و متعهد باشه. خب نمیتونن دوتا با هم ادامه بدن دیگه، یکی مثلا نهاد مثلا خانواده رو برده زیر سوال، اون یکی نه، چسبیده بهش میدونی، و حتی ترسیده، بدتر هم چسبیده بهش، کنترل کرده، میدونی، این باعث میشه که دوتا آدم اصلا دیگه به هر صورت در نهایت جدا میشن، چون هم از نظر عاطفی رشدشون متفاوته با هم دیگه، هم از نظر در واقع شغلی و حرفه‌ای و تجاربی که در اون راستا میکنن، در نتیجه چیز مشترکی با هم دیگه ندارن بعد از این مدت. درسته. من سوال ندارم در این مورد، اگر نکته هست در من فقط در مورد همین نوع چیز بگم که آدمایی هستن که در این، یعنی اینی که مثلا فرض کنید وارد رابطه میشن از بس آسیب دیدن، برای همین من میگم مثلا بعضی اوقات حتی با
هم زندگی ممکن اولش نکنن، تو دو تا شهر مختلف باشن، خیلی میترسن وارد رابطه بشن، انقدر که آسیب دیدن، برای همین خیلی زمان میذارن برای ارزیابی شرایط، خیلی خیلی بالا پایین میکنن، سبک سنگین میکنن. یعنی کسایی که به عنوان مسکن استفاده میکنن بازم بله نه نه بله بله اونجوری، یعنی برای اینکه بخوام وارد رابطه جدی باهاشون بشن اونطوری نیستش که خیلی، یعنی بعضی اوقات یه نگرانی هایی دارن که دوست دارن که احساس کنن که اون یه ارزیابی از در واقع اون ریسک پذیری میکنن یه سریاشون. بازم البته اینم به تیپ های شخصیتی مختلف هم بستگی داره، بعضی زمان خب اصلا معمولا فکر نمی کنن. چون من فکر کردم چون وقتی امروز به درد مشترک حرف میزنیم و اینکه توی یک شرایط خاص پیش میاد و برای التیامه لزوما سنجیدن توش نیستش، بلکه میتونه چون مسکن گونه است. نه سنجش برای اینکه بعدها بخوان چه کار با اون رابطه بکنن. رابطه اونجا که تو رابطه هستن گفتیم که وارد دو درد مشترک اینا رو به هم دیگه به هر صورت وصل میکنن، ولی بعدن اگه بخوان مثلا یه جورایی برن به سوی یک رابطه با برنامه و با تعهد، اونطوری یعنی به این راحتی هم نیست، چون دلشون واقعا خود مطمئن بشن که و بعضی روابط واقعا میگن به روابطی میانجامه که روابط جدی میشه، پایدار میشه، افراد با هم دیگه میمونن، زندگی تشکیل میدن، میدونین سالها زندگی میکنن، بچه دار میشن. گاهی اوقات هم نه، گاهی اوقات مثلا یکی بین یک رابطه که ازش آسیب دیده و تا رابطه بعدی که واقعا بخواد با یکی بمونه ممکنه، حالا بسیاری داره کجا زندگی کنه دیگه، مثلا تو ایران هم که الان تنوع ماشاءالله زیاده، ولی بعضی اوقات چندین رابطه حتی از همین رابطه‌های التیام بخش تجربه میکنن تا اینکه توی از همین تجارب بالاخره به جایی برسن که یه نفری که مناسب به خودشون هست پیدا بکنن. یعنی نمیرن به این قصد که مثلا این کارو بخوام بکنن، ولی پیش میاد میدونی، و ممکنه مثلا چند سال طول بکشه تا اینکه آماده بشن برن وارد رابطه، آماده بشن برن وارد یه رابطه ای که نترسن دوباره میدونین که آسیب ببینن از نظر عاطفی و سنجیده انتخاب بکنن مدل دیگه ای روابطی که من خواستم بهشون اشاره کنم، من اسمش رو گذاشتم روابط تجربی، مثل الان اینایی که دیت، همین دیتینگی که الان خیلی مود آدما همدیگه رو دیت میکنن، تجربه میخوان بکنن. مثلا بعضی آدما هستن که مثلا خیلی اوقات میان پیش من میگن که ما همش جذب یه تیپ آدما میشیم، یه تیپ آدم میشیم، مثلا کسایی ما رو جذب میکنن که مثلا ما جذبشون میشیم که اصلا با آدم محل نمیذارن، آدمای سخت، آدمایی که با آدم احترام نمیذارن، میدونین چی میخوام بگم، یا مثلا آدمای مثلا خانمایی هستن که میگن ما مثلا از این مردای خشن، مرد سالار، یا کسی که منو دوست داره من جذبش نمیشم، کسی که به من محل نمیکنه من جذبش میشم. یا مثلا آقایونی که مثلا ممکنه مثلا میان میگن که آره مثلا تمام زنایی که من تو الان باش بودم آدمایی بودن شبیه مامان من، مثلا کنترلگر، آ اینو خوردی اونو کردی اینجا رو رفتی اینو پوشیدی، میدونین چی میخوام بگم. بعد از یه مدتی دوست دارن که یه چیز متفاوت تجربه کنن، میدونی مثلا یه مردی که همیشه شبیه مامان خودش گشته پیدا کرده میگه و بعدم نیست من یه بار یکی رو متفاوت پیدا بکنم، یکی که فرق کنه. بعد توی این روابط شروع میکنن اتفاقا رشد کردن، یه ذره باعث میشن که خودشون رو میشناسن. مثلا فرض کن اگه یه آدمی که عادت کرده که یه بابایی داشته کتکش میزده و همش با مردای خشن رفته، وقتی میری با یه نفری که همیشه به اونایی که احترام میذاشتن میگفتن نه، وقتی میره با یه آدمی که بهش احترام میذاره براش هم سخته، ولی اگه این شانس رو به خودش رو میده، بعد شروع میکنه خودش رو کشف کردن. میگه که من بعضی وقت مثلا یکی به من میگفتش که مثلا من مثلا انگار عادت دارم که همیشه یکی منو بکنه کیسه بوکس، یعنی یکی هم که من احترام میذاره من باورم نمیشه که داره من احترام میذاره، و بعضی وقت خودم یه جوری در واقع میدونی یه کاری میکردم که یه دعوایی یه چیزی بشه که رفتاری بگیرم که عادت دارم. ناخودآگاه بله ناخودآگاه، خب بله دیگه تو تراپی آدم ها دیگه آگاهی پیدا میکنن به این ماجرا، و اینکه و این ممکنه در واقع یک جرقه توی ذهنشون ایجاد بشه که شروع کنن تغییر کردن، بگن خب من دارم چیکار با خودم میکنم، و در واقع نقطه آغازی باشه برای یک رشد عاطفی، برای پیدا کردن یه راه های دیگه متفاوت برای وارد رابطه شدن. خب میشه اون وقت مثلا برن کیس آدم ها بخوان این کیس متفاوت یا مثلا شخص متفاوت رو پیدا کنن، ولی بعد دوباره وسطش برگردن به همون چیزی که میخوان. خب این همیشه خیلی اوقات ما وقتی به تغییر اعتقاد نداریم یا عادت نداریم اتفاق میفته. مثلا افراد میان تراپی این همه وقت میذارن پول خرج میکنن میدونین، بعد میگن که یه چیزی توی زندگی ما هست که ما رو آزار میده باید عوض بشه فلان، بعد میگن ما چقدر داریم تغییر میکنیم چقدر فلان میکنیم،
میان تا اون آخرا دو تا شاخه است میدونی، یا اینکه دیگه ما تغییر کردیم واقعا الان دیگه توی شرایطی هستیم که خیلی راضی هستیم از زندگیمون، اون چیزی رو که میخوام دست آوردیم، یه دفعه از اونجایی که اعتقادی به تغییر ندارن یک اتفاق میفته که دوباره برمیگردن مثل بازی ماروپله، میان دقیقاً همون جایی که بودن، بعد میگن ها دیدی ما گفتیم که اصلا همینه، مردا همه همینن، زنا همینن، اصلا ما بدشانسیم، زندگی همینه. میدونی خیلی چیزا که دست ما نیست، یه جورایی این اتفاق میفته و این جوابت این در واقع بهشون امکان تجربه رو میده و مگم میگن بعض اوقات واقعا باعث میشه رشد میکنن و بعض اون روابط باعث میشه که آدم ها بدونن مثلا چی میخوام، چون تا الان نمیدونستم چی میخوام. میدونی تا الان ناخودآگاه جذب یه چیز آشنا میشدم بدون اینکه بدونم چرا، و از این به بعد میفهمم که نه این چیزی نیست که من میخوام. مثلا با یکی آشنا میشم میگم آها ببین من الان واقعا با این زن یا با این مرد یا با این آدم چقدر من حرف تونستم بزنم، چقدر باهاش راحت بودم، تا الان من با هیچ کی اینقدر راحت نبودم، چقدر تونستم روش حساب کنم، تا الان من هیچ کس چقدر این منو واقعا بدون قید شرط دوست داشته، هیچ کی من تا الان اینجوری دوست نداشته، چقدر من احترام، پس میشه تو رابطه احترام داشت، پس میشه تو رابطه این انتظارات رو داشت. و این باعث میشه که حداقل اگر اون رابطه هم کار نکنه بدونن که میدونی یعنی لیستشون رو اون فهرست یه چک لیستی دارن که بگن آخه ما مثلا این رو میخوایم تو رابطه، پس میشه اینو تو رابطه داشت، ما هیچ درکی نداشتیم. مثلا بعضی از آدم ها مثلا میان به من میگن که خب طرف مثلا خب خانوم باز نیست، معتادم که نیست، انگار که مثلا همه باید خانوم باز و معتاد مثلا باشن، یا مثلا میدونی خب آخه من چه ایرادی میتونم به این بگیرم، ولی خوشحالم باهاش نیست. یعنی اینی که یک طرف فقط شما رو نزنه یا یک طرف شما خیانت نکنه، آیا فقط همین دوتا شرط لازم هست؟ یعنی اگر اونایی که مثلا نمیزنن و خیانت نمیکنن چیزای دیگر هم شاید داشته باشن، هم اینا رو داشته باشن هم اونا رو داشته باشن، ولی شما تجربه نکردی هنوز، نمیشناسین در واقع اون زبانه. بله. حالا معمولا این مدلی که میگین شما، اینکه افراد خیلی هم شاید گسترده باشه که افراد از یک الگوی خاص در روابط پیروی میکنن و هی تکرار میکنن، خیلی شنیده شده این نوع تجربه، این نوع روابط. حالا میایم یه چیز متفاوت، همینی که شما میگین، همین چیز متفاوت چجوری میشه کمک کرد به خودمون، کمک کنیم به خودمون که دوام پیدا بکنه، اون بر نگردیم مثل ما رو پله به قول شما توی سر جای اول. همش روی آگاهیه نظر من، خودآگاهی، همش خودآگاهیه. خیلی 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 بسیار داره که ما تو چه سنی داریم تجربه رو میکنیم، چقدر پختگی داریم، خب چقدر عادت داریم که فکر کنیم، چقدر عادت داریم که میدونین آگاهی داشته باشیم به اون چیزی که توش هستیم. شرایط خیلی فرق میکنه، خیلی بعد به دو نفر خیلی بسیار داره، فقط یه نفر نیست، اون یه نفرم ممکنه شما مثلا خیلی زور الان داری به شما چه میگن شما دارین تجربه میکنین برای شما روشن میشه، ولی طرف مقابل اصلا توی یک دنیای دیگه هست. در نتیجه چیزی که اتفاق میفته شما دیگه میدونی چی میخوای، ولی اونو میدونی که از این طرف دیگه نمیتونی بگیری، میدونی چی، اون طرف اصلا دنبال یک چیز جدی نیست، ولی شما بدتون نمیومد که اگر اون هم دنبال یک چیز جدی بود این یک چیز جدی میشد. میگن با دو نفر واقعا آمادگی رو داشته باشن، مثلا شما ممکنه با یه نفر آشنا بشی، طرف مثلا میخواد مهاجرت کنه اصلا از اونجا بره و شما اصلا نمیخواید مهاجرت بکنی، یا مثلا طرف نمیخواد بچه، شما میخواید بچه دار بشین. این یه موقعی متاسفانه آدم ها نمیتونن با هم هم مسیر بشن. ما درباره این که چجوری بعد از روابطمون مراقبت کنیم فکر کنم به شکل کلی صحبت نکنیم، مثلا راجع به احترام حرف زدیم، راجع به اینا، ولی اینکه مراقبت از روابط هم شاید یک موضوعی باشه که بشه بهش میتونیم در موردش صحبت کنیم. ما وقت داریم هنوز در مورد ما 25 دقیقه داریم الان صحبت میکنیم، اگر که یعنی 35 دقیقه دیگه وقت داریم، اگر میخواییم یک الگو دیگر هم صحبت کنیم. حالا من چون در مورد دیتینگ هم صحبت کردیم، من میگم توی این دنیای دیتینگ خیلی از آدم هایی رو الان ما میبینیم، شاید بد نیست که کسایی که الان دارن دیت میکنن و به این برنامه گوش میدن، خیلی از آدم هایی میبینیم که در واقع مدلشون آدم های اجتنابیه، یعنی حالا یا از ابتدا آدم های به اصطلاح هستن که دلبستگی های اجتنابی دارن، خیلی سخت در واقع خودشون رو باز میکنن به دنیای بیرون، سخت دلبسته میشن، دلبسته شدن براشون سخته، دلبستگی براشون استراب میاره، استرس میاره، از نزدیکی میترسن، یا اینکه این اجتناب، میل به اجتناب یا این خصوصیت اجتنابی بودنشون به خاطر تجارب بدی که داشتن. حالا این تجارب میتونه مثلا شما مثلا فرض کن یه بچه‌ای بودین که مثلا
خیلی به شکل ناگهانی در یک سنین پایین پدر یا مادرتون رو از دست دادین، یا یک کسی که واقعا از نظر عاطفی برای شما جایگاه ویژه‌ای داشته، یا تجربه از دست دادن های متفاوت داشتین، خب، یا اینکه تو رابطه عاطفیتون در واقع این زخم‌ها رو خوردین، یعنی عاشق یه نفری بودین، سالهای رابطه عاشقانه داشتین، یهو از دستش دادین، و بعد دیگه به محضی که صحبت از دلبستگی میشه نیمه دون میشین، یعنی میترسین میترسین میخوان، یه بخشتون میخواد بره تو رابطه، یه بخشتون میگه وای اگر برم تو رابطه چه اتفاقی قرار برای من بیفته. حالا اونایی که از اون مدل دلبستگی نام هستن، خب یه بخششون ممکنه به خاطر اینکه واقعا در دلبستگی اولیه‌شون مثلا آدم‌هایی بودن که کنترل خیلی زیاد شدن، ولشون کردن. مثلا فرض کنید کسایی که در کودکی پدر مادرشون از دست دادن، حالا به شکل ناگهانی، یا مثلا کسایی بودن که پدر مادرشون رفتن، اصلا نخواستن اینا رو، مثلا جدا شدن و یکی گفته من این بچه رو نمیخوام. خانم هایی که مثلا اگر سنای پایین بودن و بچه دار میشدن و اگر جدا میشدن بچه‌شون رو میگرفتن، دیگه ممکن بود نتونن ازدواج کنن مثلا، و خانواده ها بهشون زور کردن که شما بچه تو بده بهش خانواده شوهرت برای اینکه تو باید ازدواج کنی. خب این بچه حاصل از این رابطه بعد ممکنه مثلا واقعا تاثیر اون جدایی روش طوری باشه که نتونه واقعا وارد یک رابطه عاطفی بشه، یعنی رو مدل دلبستگیش تاثیر گذاشته باشه. پس یعنی ما یک طرف آدمایی داریم که میخوان دوست دارن، نمیخوان تنها باشن، از یه طرف میترسن که در این تنهایی آسیب ببینن. بعد معمولا آدمایی هستن که از خودشون خیلی سخت حرف میزنن، از خودشون خیلی کم اطلاعات میدن، بسیار نگران این هستن که میگم بخوان خودشون رو باز کنن، طول میکشه اگر هم بخوان این کار رو انجام بدن باز کنن، سعی میکنن که معمولا جذب کسایی بشن که یه بهانه‌ای داشته باشن که بگن با تو نمیشه. معمولا کسایی که وارد رابطه باشون میشن کسایی هستن که خیلی از این باکساشون رو تیک نمیزنن، یعنی وارد روابطی میشن که یک بهانه‌ای برای خروج داشته باشن. میگن ببین درسته ما مثلا سکس خوبی با هم داریم، ولی میدونی خانواده تو با خانواده من فرق میکنه، تو مثلا چه میدونم کار مثلا درس نخوندی، خانواده من مثلا دنبال یه چه میدونم شوهر دکتر برای من میگرده. دیدین از یه بهانه های اینطوری، با اینکه از اول میبینن، ببخشید در واقع چون توی ذهنشون اینجوریه که آسیب خوردن میترسن و خودشونو باز نمیکنن، اطلاعات کم میدن برای از ترسی که احتمالاً دارن، دنبال بهانه ای انگار میگردن برای اینکه سندیت پیدا کنه این فکرشون که نمیشه. حالا معمولا جذب کسایی میشن که تقریبا میدونن نمیشه، میدونین ببین چون خودشون هم نمیدونن چی میخوان دیگه، معمولا جذب کسایی میشن که میدونن نمیشه، رابطه باهاشون سخته، و بعد اینطوری میگم ما همیشه مکانیسم های دفاعی یه جور خودفریبی هم هست دیگه، بعد اینطوری میتونن بگن یه جورای خودشون رو توجیه میکنن دیگه، آره من که بدم نمیومد باش برم، ولی خب آخه نت کار درست حسابی داشت، نمیشد دیگه، میدونیم نمیشد دیگه، نمیشد روی این آدم حساب کرد، نمیشد. و میگم توی الان دنیای همین دیتینگ از اینجا آدم ها خیلی زیادن، مثلا با خیلی خانوم ها گله دارن که ما مثلا با یه نفر میریم دو سه ماه هم هستیم، خیلی هم همه چی خوب داره پیش میره، ولی یهو طرف ناپدید میشه. آها، بعد یکی از ویژگی این آدم ها این هستش که مثلا شما 5 سال با یکی، 3 سال با یکی، 2 سال با یکی، مثلا توی خارج کشور خیلی پیش میاد دوست دختر دوست پسر هم هستن، ولی هنوز طرف شما رو به هیچ کس معرفی نکرده، هنوز نه دوستاش میدونن که شما با مثلا با این آدم دارین میرین میایین، نه به خانواده شما رو معرفی کرده، همیشه بهانه ای داره، یه اصلا خانواده من سنتی ان، حالا مثلا مامان اینا میدونه یه جورایی، حالا مثلا ما که هنوز تصمیم نگرفتیم، حالا چه کاری که مثلا ما بخوایم، مثلا چرا باید به دیگران بگیم. خیلی اوقات پروژه مشترک ندارن، میدونین در واقع انگار که رابطه همیشه در خفا و در خلوته، خیلی چیزها رو با شما تقسیم نمی کنن، در مورد آینده نمیشه باشون حرف زد، در مورد پروژه نمیشه باشون حرف زد، بتونن راحت‌تر رها کنن، برای اینکه اصلا اون نزدیکی ایجاد نمیشه دیگه، اون نزدیکی ایجاد نمیشه، یا میگم ممکنه بشه خیلی طولانی، خیلی طول بکشه، ممکنه هم هیچ وقت نشه، یعنی واقعا میگم نمیتونن دوتا پاشون رو بذارن. من همیشه میگم که مثل شما یه پات بیرون باشه یه پات تو، میدونی، و در نیمه باز، بعض دما به محضی که بخوان اون پاشون رو بذارن در ببندن احساس خفگی میکنن. معمولا آدم هایی که اجتنابی هستن همیشه باید احساس کنن که یه راه گریزی دارن،
با یکی ممکنه 5 سالم زندگی کنن، 6 سالم زندگی کنن، ولی تا وقتی هیچ انتظاری ازشون نباشه، میدونی، نه خانواده بیاد، نه عروسی باشه، نه بچه‌ای بخواد بیاد، نه خونه بخرن، و اوکی هن. به محض که مسئله جدی میشه شروع میکنن در واقع به استرس گرفتن و استراب گرفتن و پنیک کردن. درسته. ما جان بفهمم. ولی ببخشید. ولی لزوماً به این معنی نیستش که نمیتونن، یا اینکه اگر یعنی ماندگاری نیست و لزوماً به جدایی، یعنی مواردی هم هست. نه 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 نه. ببین همیشه خب میگم یه بخششون بستگی داره به طرف مقابلشون هم هست. یه موقع طرف مقابل واقعا شما ببینید در رابطه التیام پیدا میکنید، طرف مقابل آدم پخته، آدمی که محرومیت کشیده نیست، آدمی هستش که اون چجوری بگم درک میکنه شما رو، میفهمه شما رو، میدونین. منظورم تحمل کردن نیست، منظورم درک کردن، گفتگو داشتن، کمک کردن به اینکه شما خودتو بشناسی، روش کنی، یا مثلا حتی ممکنه کمک کنه از شما بخواد بریم تراپی، میدونین، بریم تراپی بگیرین و بفهمین چرا اینجوری هستین. و میگم این رشد شخصی باعث میشه که دو نفر آدم بتونن یک جایی به هم دیگه یک پروژه مشترک داشته باشن. پیش میاد؟ نه خیلی معمول پیش میاد. اگر در مورد همین الگو به نظرم صحبت داریم بکنیم، اگر نه، چون اگه بخوایم وارد الگوی بعدی بشیم ممکنه میترسم. آره میترسم یه ذره طول بکشه. خب نکته هست در این خصوص بخوایم صحبت کنیم؟ من چیزی به ذهنم نمیرسه. یه چیزی شاید، من فقط سوال آخرین که این که روابط تجربی هستن اینها، آیا مثلا این، چون اول صحبت گفتیم میتونه روابطی باشه که از یه شب تا یه هفته تا حالا هر مدت زمانی طول بکشه، این تجربه به هم به مثلا روابطی که حالا بهش میگن وان نایت، یک شب بخواد باشه، این هم تو اون دسته میگنجه که مثلا روابط تجربی؟ ممکنه بعضی اوقات بعضی آدم‌ها میخوان تجربه بکنن. البته من فکر میکنم اینها میره تو اون رابطه های بیشتر که میخوان زمان بگذره، مثلا براشون اون یه دسته دیگه است. اینا بیشتر یعنی جذب یه تیپ خاصی میشن، میدونین، جذب یه، یعنی بابا وانا که شما جذب یک تیپ نمیشین، نه، این متفاوته چون یکی باز شما رو یه جورایی جذابیت براتون داشته باشه. من هم توی گفتم مثلا مردایی که مثلا یه مدت مثلا جذب یه تیپ زن شدن، بعد پیش خودشون میگن یه دختری که متفاوته با اون مدل دختری که همیشه باش بودن، دنبال اون میخوام برن، میخوام ببینن تجربه با این چیه. یا مثلا یه آدمی که مثلا زیادی چه میدونم این ور اون ور میپریده، یه خانمی که میخواد با یه نفر بره که یه ذره سر به زیر تر باشه، یه مردی که واقعا خجالتیه، میدونی، کم حرفه، کم روه، با اون بودن چیه، آدم توی مهمونی باهاش چه مثلا تجربه میکنه که دیگه آیا خیالش راحته که به زنهای دیگه نگاه نمیکنه، مثلا به کسای دیگه نگاه نمیکنه. یک دنبال یک، میدونی، تجربه کردن، ببینید که من چی میخوام، چه چیزی به من میخوره، دنبال چی هستم. درسته، بسیار عالی. با اجازهتون من کامنت ها رو پس باز بکنم. من، اگر که دوستان سوالی دارین یا اینکه تجربه دارین که میخواین با ما در میون بگذارید، ممنون میشم که برای ما بنویسید. ما در مورد الگوهای روابط صحبت میکنیم چند هفته ایست و ادامه خواهیم داد. این هفته هم راجع به دو الگوی رابطه صحبت کردیم، یکی روابطی که التیام بخشن، مسکن گونه هستن، و دومی هم روابط تجربی، تجربه متفاوت از آنچه که تا به حال داشتیم و اینکه به چه شکلی هر کدوم از اینها پیش میره. اگر سوالی دارید لطف کنید بنویسید که مطرح کنیم. همه با هم هم ننویسید که یه دفعه آره همه با هم میاد. آره لطفا. این چون گفتیم به طور کلی، حالا تا دوستان بنویسن اگه سوالی دارن، به طور کلی این روابط گذران، یعنی اینکه در بیشتر اوقات پایدار نیستن، درسته؟ یعنی میخوام بگم ممکنه قصد آدمای نباشه که دنبال یه چیز پایدار باشن، ولی ممکنه یه موقعی پایدار بشن، ممکن هم نشن. درسته. خب اگه سوالی ندارین میتونیم ما بریم سراغ الگوی بعدی. یه الگوی دیگه هم، آره، یه نفر دارم اینه که من سوال کردن که اینه که من طبی هستم، اینه که من طبیه نزنم نمیتونم بخونم. ولی میتونیم در مورد یه مدل دیگه صحبت کنیم. مثلا پس من یه مدل رابطه هم هست که روابطی که بازم بعضی اوقات
بین یه رابطه که ما ازش اومدیم بیرون، یه مدتی توی رابطه بودیم و بعد دنبال یه رابطه جدی هستیم، ولی بینش یه سری روابط بازم تجربه میکنیم. اینم بازم یکی مدل از اون روابطه که مثلا فرض کنیم چیزی که برای ما آزاردهنده بوده سعی میکنیم که اون تو اون طرف نباشه. حالا چیزای دیگه هست که خیلی بدتر هم هستا، ولی بعضی اوقات میبینیم ایهو جذب کسی شدیم. مثلا فرض کنید یه خانومی که مثلا هیچ وقت نمیدونسته که شوهرش راست میگه یا دروغ میگه، همیشه باید به غریزه خودش در واقع خودش میفهمیده که دروغ میگه، همیشه توی استرس بوده که بابا من بالاخره باور بکنم یا باور نکنم. خب بعد یهو مثلا با یه نفر آشنا میشه که این طرف واقعا نهایت صداقته، ولی مشکلات دیگه داره. مثلا فرض کنید ممکنه ولخرج باشه، ممکنه مثلا اصلا تحمل مثلا سختیار نداشت باشه، کوچکترین چیزی مثلا یهو بریزه از هم بپاشه. ولی اگر چون اون اینقدر اون رابطه با یه آدم دروغگو عذاب کشیده و اذیت شده، دیگه چیزهای دیگه این آقا یا این خانم رو چیکار میکنه؟ مثلا واقعا چشم پوشی میکنه. همین صداقته براش مهمترین چیزه و اون فاکتور باعث میشه که مثلا بخواد به اون رابطه شانس بده و بره تو اون رابطه، و برای اینکه بهش یه آرامشی میده. و بعضی اوقات ممکنه حتی اون رابطه بمونه و روی چیزهای دیگهش کار کنه. بازم میگم مثل همه روابط دیگه به یه رابطه پایداری ختم بشه. یه موقعی هم هستش که ممکنه فکر کنی که خب اوکی، آیا من میتونم فقط اینکه یه نفر باش با من صادقه با همین صداقتش که من که نمیتونم، بالاخره زندگی چیزهای دیگه هم میخواد. ولی حداقل بهش این امکان داده که ببینه آدمهایی هم هستن که آدم بتونه بهشون اعتماد بکنه، آدمهایی هم هستن که بخوان صادق باشن. و در واقع یک المانی که از این رابطه برمی‌داره برای رابطه‌ای که حالا بعداً قراره بره توش میتونه براش قابل استفاده باشه. بسیار عالی، ممنون از نکاتی که گفتین. خب لایف چندین با پرسیدین، بله مثل همیشه سیف میشه در صفحه ایران وایر و صفحه خود خانم پور عبدالله. گفتن یک اگر میشه قسمتی به دیتینگ آنلاین اختصاص بدیم، اینکه رابطه دو نفر که در دو کشور متفاوت هستند، اینکه چه چیزهایی در شناخت از راه دور کمک میکنه. اینو میتونیم اینو من واقعا باید یه جلسه شاید بتونیم مثلا در مورد هفته دیگه در مورد این صحبت کنیم. میتونیم از الان بگیم که در مورد میتونیم هفته دیگه صحبت کنیم در مورد، خب بعدا میتونیم رابطه ها رو حالا ادامه بدیم. ولی میتونیم حالا که یه کسی واقعا براش سواله که دو نفر آدمی که دارن دیت میکنن تو دو تا کشور مختلف هستن، چه چیزهایی حالا هست، چطور میتونن شناخت پیدا کنن، آره چطور میتونن کمک بکنن به اینا که بتونن به یه جایی برسن، و چه موانعی هم میتونه سر راهشون وجود داشته باشه که دونستنش بد نیست به نظر من برای ارزیابی یه مقدار ریسک پذیری، مثلا توی این دیتینگ آنلاین که الان خیلی زیاد شده. باشه، پس ما جلسه بعد رو میذاریم روی این موضوع. سوال بعدی روی دیتینگ صحبت میکنیم، حالا اگه فرصت کردیم اگه دیدیم میتونیم چیزای دیگه هم بگیم، ولی میتونیم روی دیتینگ صحبت کنیم. کسانی که دلبستگی اجتنابی دارند به دلیل از دست دادن والدین درمانشون چیه؟ این که بتونن توی روابطی باشن که اطمینان خاطر پیدا بکنن که دیگری هست براشون واقعا رابطه. خب تراپی به نظر من اگر بتونن داشته باشن امکاناتش رو، حالا از نظر زمانی و مالی، و اینکه ممکنه وارد روابطی بشن که اینقدر اون طرف مقابل آدم قابل اعتمادی باشه، آدم بتونه روش حساب کنه، آدم پخته‌ای باشه، و اینقدر آدم احساس امنیت با اون طرف بکنه که این بخش اجتنابی شروع کنه کم، یعنی اون ترس ها کم 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 رنگ تر بشه و آدم ها بتونن راحت تر خودشون تو رابطه رها کنن. درست. نوشتن که دو طرف این رابطه هر دو افسردگی دارن، ولی همش میگه درستش میکنم اما نمیکنه. به نظر شما باید جداشیم؟ کی میگه درستش میکنه؟ طرف مقابلشون دیگه. میگن هم من هم طرف مقابلم افسردگی داریم، و طرف مقابل مدام جوابش احتمالاً یا صحبتش من واقعا به این درست میکنم ها خیلی اعتماد ندارم متاسفانه، چون هیچ چیزی همینجوری درست نمیشه. ببینید امکان نداره که افسردگی بدونه که ما کاری براش نکنیم درست بشه، محال ممکنه. میدونید به هر صورت حتی اگر افسردگی در واقع که یک اختلال خلق و خوی سامعلی هست به خاطر شرایطی که ما توش هستیم هم ایجاد شده باشه، برصورت یک
اثراتی روی ما گذاشته که شاید خودمون به تنهایی از پسش بر نیاییم. حداقل ممکنه یه بخش از افراد نیاز داشته باشن به یک درمان دارویی، به یک تراپی، میدونین چی میخوام بگم، و به کمک از دنیای بیرون. و اینکه من خیلی از افراد به من مراجعه میکنم و میگن که درست میشه، درست میشه، من چی درست میشه، قراره چی اولا که من به جایشون بودم مثلا چی قراره درست بشه، بعد اگه کی قراره درست بشه، چه جوری میخوام درستش کنیم، چقدر به خودمون زمان میدیم. آخه همینجوری که بشینیم بگیم درست میشه که، چیزی درست نمیشه. من واقعا اعتقادی به این ماجرا ندارم. اون جمله هم که تو این فیلم هم هست میگن it's gonna be okay، همیشه آره. چیزه که درست نه میشه. خب آخه نه، من میگم که بر صورت آدم، اونایی که میگن اینطور میگن یه کاری دارن براش میکنن دیگه. میگن که مثلا چه میدونم، من دارم روش کار میکنم، من دارم مثلا فرض کن به من فرصت داده، دارم مثلا یه کارش از دست داده، من دارم دنبال کار میگردم، یکی سلامت شو داره مریضه، میگه من دارم دکتر میرم، مثل که من حالم بد باشه بعد بگم که من درست میشه، خب خود درست نشه میمیرم، من دارم دکتر، میدونی، همینطوری که من نمیتونم که اگه یه عفونتی دارم یا یه مشکل قلبی دارم بشنم بگم درست میشه، انشالله درست میشه، نه درست نمیشه. جالب اینجاستش که وقتی که مسئله فیزیکیه افراد خیلی راحت تر میرن کمک میگیرن از دنیای بیرون، ولی وقتی که مسئله افسردگیه، وقتی مسئله استرابه، میگن درست میشه، همینطوری درست نمیشه. اینم مشکل سلامت که حتی روانه. میتونه به فیزیک بدن هم، بله، سلامت روان وقتی در واقع دچار مشکل میشه رو سلامت جسم هم تأثیر میذاره و بعد مشکلات پیچیده‌تری در واقع افراد باش درگیر میشن، در نتیجه خود به خود هیچی درست نمیشه. پرسیدن که اگر در رابطه با شخص اجتنابی باشیم و همه جور تلاش کرده ام، حتی خودم در تراپی هستم، ولی اون دو جلسه است که میاد و پشیمون شده، امیدی هست؟ خب من فکر میکنم که برای افراد اجتنابی حتی تراپی هم سخته. خب یه مقدار بستگی داره که یه تراپیست بتونه چجوری یک نفر رو، چجوری بگم، متعهد کنه به اون رابطه درمانگر و درمانجو. خیلی سخته. آدم های مثلا اجتنابی، من یاد یه موردی میفتم، یک دختر خانم جوونی به من مراجعه کرده بود سالهای پیش، نمیدونم از کدوم کشورم بود، و مشکلش این بود که با هیچ کس نمیتونست بعد از یه مدت بمونه، خیلی روابط طولانی مدت نداشت، کوتاه مدت داشت، خیلی بدجور تمش روابطش. و بعد از اینکه من 3-4 جلسه دیدم به من تکس، و فکر میکنم جلسه 4 یا 5 به من ایمیل داد که من جلسه رو لطفا کنسل کنیم، فعلا برای من بسه. و من بهش گفتم نه، اگه لطف کنیم ما جلسه داشته باشیم، چون من یه سیزاد به شما بگم، اگه خواستین نیاین، اگه خواستین دیگه بیاین. و تو اون جلسه بهش گفتم من چیزی که دارم میبینم دقیقا شما با من همون کاری داری میکنی که با اون کسایی که باش آشنا میشی، به محضی که احساس کردین با من الان نزدیک شدین، دلتون رو به من باز کردین و ما داریم میریم جلو، شما فوری پاتو کشیدی عقب، بازم ترسیدی، برای اینکه باز کردنت باز سخته برات، و این در واقع باعث شد که ما تونستیم چند جلسه بعد بازم ادامه بدیم، میدونی، یعنی در واقع به این آگاه نبود که دقیقاً داره با منم همون کاری میکنه که داره با اون کسایی که در واقع باشون از نظر عاطفی وارد میشه داره میکنه. و بعد اگر اینو در واقع روان درمانگر بتونه، اگه اون آدم به آدم فرصت بده البته، بتونه درک بفهمه و در واقع بازخورد بده، میتونه به طرف مقابل کمک کنه. ببینید معمولا افرادی که به ما مراجعه میکنن همون الگوی رفتاری رو همه جا تکرار میکنن، یعنی اگه طرف نمیتونه مثلا متعهد به کارش باشه، نمیتونه متعهد به همسرش باشه، نمیتونه متعهد به تراپیستش هم باشه، و اگر در واقع یاد بگیری که به تعهد پیدا کنه به تراپیستش و مثلا سر قرارش بیاد، قرارش یادش نره، بتونه احساس امنیت کنه، خودش رو باز کنه، این در واقع چی میتونه با افراد دیگه هم اتفاق بیفته براش. اتفاقا همین رو خواستم، یعنی وقتی یه همچین خصلتای وجود داره یا همچین نوع رفتاری از همه جا تکرار میشه، یعنی فقط بله. با یک رابطه بس. من واقعا کسایی بودن که به من گفتن که تو طولانی ترین و جدی ترین رابطه ما بودی، رابطه ما با تو، که یعنی ما هیچ کس به اندازه که با تو حرف زدیم، به حرف نزدیم، به اندازه با هیچ کس اینقدر منظم ارتباطمون رو حفظ نکردیم، به هیچ کس اینقدر تعهد نداشتیم که به تو داشتیم. وقتی با من این تعهد رو یاد میگیرن، میتونن برن توی یک رابطه با تعهد دیگه دیگه. نوشتن که همسر سابق من حالت اجتنابی بوده، همسر سابقشون، ولی بعد از 3 سال به من درخواست ازدواج داده و ابراز علاقه و اینا.
چطور میشه اعتماد کرد؟ ما هر دو همدیگر رو دوست داریم. میگن همسر سابق و این جدا شدن از هم دیگه. فکر کنم همسر سابق جدا شدن، بعد از 3 سال جدایی دوباره درخواست ازدواج ابراز علاقه کردن و چطور میشه اعتماد کنن. نوشتن همدیگر دوست داریم، این جمله متوجه و من جبری تا حدودی، یعنی اجباری نمیدونم این جمله آخرش، ولی فکر میکنم اینه. خب متاسفانه افراد اجتنابی یه بازی دارن که وقتی از دست میدن دلشون میخواد که نزدیک بشن، وقتی که شما بهشون شانس میدین دوباره میترسن یکیشن عقب. من واقعا فکر نکنم همینجوری شانس دادن فایده داشته باشه. من فکر میکنم اگر قرار رابطه دوباره شروع بشه، دو نفر باید برن پیش یک کسی و ببینن آیا میشه روی این رابطه کار کرد یا نه، چون یه دنتی دارن دیگه، یک رختی دارن که میگم هی میان جلو هی میرن عقب. بستگی داره که معمولا هم افراد اجتنابی خیلی وارد روابطی میشن با افراد استرابی. خب حالا میتونیم در موردش یه بار دیگه معمولا این بله معمولا برای اینکه یه جورایی باز هم یه توجیهی دارن که تو انقدر زیادی به من میچسبی منو خفه میخوای بکنی، من از تو دور میشم. معمولا اینطوریه. بله جالبه. میگن که در مورد الگوهایی که گفتید، مثلا اتفاقات بچگی یا تجربه والدین بوده و معمولا افراد جذب این مدل الگوها میشن، امکانش هست که خواست آدم واقعا برعکس اون الگوها باشه؟ ولی بله. در این موارد باید چی کار کرد؟ بله من خیلی اوقات افراد مثلا ببینید انتخاب های ما خیلی اوقات آگاهانه نیست، خیلی ناگاهانه است. ما خیلی اوقات ما یک برنامه رسمی داریم ولی یه جور دیگه پروگرام شدیم. برنامه ریزی ما یه جور دیگه شده ولی ما هدفمون یه چیز دیگه است. اینقدر اون برنامه ریزی ما رو آزار میده که میخوایم یه چیز دیگه اتفاق بیفته، ولی متاسفانه اون برنامه ریزی اینقدر قویه که وقتی یه چیز دیگه هم اتفاق میفته ما باور نداریم و اونم یه جوری بعض اوقات ممکنه خرابش کنیم، بریم توی همون چیزی که عادت داریم. متاسفانه مثلا شما فرض کن یه بچه‌ای بودی خب که تولد تو مثلا با مامانت یادت میرفتن، یادشون میرفته مامانت بیادستن دنبالت مدرسه، جلوی مدرسه میموندی گریه میکردی کسی نیومده اصلا دنبالت. بعد نمیدونم اگر قرار بوده خرید عید بشه، یادشون میرفتن که برای تو خرید عید باید بکنن. یعنی بعد اگر مثلا فرض کن توی مدرسه بچه ها میخواستن یه کاری بکنن، تو یادشون میرفته که به تو هم بگن تو هم با ما بیا. بعد از یه مدتی میکنه شما فکر کنید که من اصلا آدمی هم که هیچکی به فکر من نیست، هیچکی منو دوست نداره، هیچکی هم قراره همه من یادشون میره، ولی دلتون میخواد که یه جایی توی زندگیتون تجربه متفاوت داشته باشین، یه جایی دیگران شما رو دوست داشته باشن، حواسشون به شما باشه، شما رو آدم بدونن، به شما احترام بذارن و شما رو به شما جایگاه خاصی بدن. حالا دو تا اتفاق میتونه بیفته. از اونجایی که میگم اون پیشنویستون اینقدر بعضی اوقات قویه که ممکنه اصلا باعث بشه که حتی اگه اتفاق خوبی هم میفته، اگه شما وارد یه رابطه بشی که طرف اصلا برای شما یه ارزش و احترام قائله، خودت خراب باورت نمیشه. مثلا اگه یه طرف میاد به تو ابراز عشق میکنه میگی ببین حتما چه کار کرده که اومده، مثلا میخواد مثلا برای من گل خریده، حتما ببین چه گندی کجا زده گل خریده که من مثلا سر من شیره بمونه که من حواسم به این، مثلا اصلا باورت نمیشه که برای تو گل خریدن، باورت نمیشه. یا مثلا فرض کن برای تو سورپرایز گرفتن برای تولدت، انقدر گفتی وای من چقدر شرمنده کردی، من اصلا باورم نمیشه که این کار کردی، سالی از این کار برات نمیکنن. یا اینکه ناخودآگاه جذب دوباره آدمایی میشی که همونجوری که مام بابات باهات رفتار میکردن، معلم مدرسه رفتار میکرد، همشاگردیاتون مدرسه رفتار میکردن، همون رفتار با تو داشته باشن. در چون پیشنویسه خیلی متاسفانه بعضی وقت اگر بهش واقف باشیم، نه اگر بهش واقف نباشیم، ناگاه باشیم نسبت به اون چیزی که عادت داریم، میتونه تعیین کننده مسیر زندگی ما در آینده باشه. دو تا سوال راجع به رابطه اجتناب پرسیدن، حالا دونه دونه بگم چون 10 دقیقه میشه وقت نداریم. اینکه چطور میشه در رابطه اجتنابی که شخص آدم رو به اطرافیانش معرفی نمیکنه، جهت مشخص کردن وضعیت رابطه صحبت کرد؟ من واقعا فکر میکنم که باید وای نساد 4-5 سال، میدونین؟ یعنی بعد از اگر واقعا میذاره آدم باید به احساسات خودش هم یک مقدار اعتماد کنه. ببین ما داریم سر خودمون شیره میمالیم یا اینکه واقعا امیدی نیست؟ میدونین چی میخوام بگم؟ ما میدونین
بعضی وقت میگیم نه بابا مثلا خب، یعنی طرف یه چیزایی ما میگه، ما میگیم که چون دلمون نمیخواد رابطه رو قطع بسته کنیم، چون بیاد. میخوام ادامه بدیم، هی میگیم آره دیگه، خب راست میگه، خب نشد دیگه، مامانش مریض بود، یا مثلا خب خجالتیه، یا اصلا راست میگه، حالا که ما که فعلا برنامه نداریم چرا بگی. ولی من واقعا فکر میکنم علائم خوبی نیست، یعنی نشون، یعنی من نمیگم حالا یه سری از افرادم هستن که دارن همدیگر رو میبینن، بعد هنوز 2 هفته نشده به مامانت زنگ بزن، به بابات زنگ بزن، نمیدونم به دوستات. من واقعا من تو این مدلم خیلی به نظر من مدل مناسبی نیست. افراد باید سر هم دیگه اول بشناسن تا که بخوان اطرافیانشون رو رابطه کنن. من میگم مثلا لازمه برای رابطه، چون تا خودتون هم دیگه نشناختی، مثلا نظر دیگران میتونه تاثیر منفی داشته باشه روی شناختتون از طرف مقابل، چون شما طرف مقابل از عینک دیگران میبینی نه از عینک خودت. در نتیجه من فکر میکنم یه زمانی هست برای این کار، ولی نه چندین سال. و واقعا من میگم با مردای کار میکنم که 4 سال 5 سال با هم، من هنوز نه مادر طرف میدونه با شما هست، نه پدر طرف میدونه با شما هست، اصلا نمیدونین که اصلا این اصلا برنامه‌اش چیه. من واقعا فکر میکنم 4-5 سال وای نمیست، نباید وایساد، باید یه گفتگوی بسیار صریح و واضح رو شروع کرد. دلایل باید قانع کننده باشه، اگر بود که بعید میدونم که باشه بعد 4-5 سال، ولی خب اگر نبود دیگه من واقعا فکر نمیدونم دیگه پوینتی هست 4-5 سال رو خیلیه دیگه واقعا، هستن نه یعنی بعد از 4-5 سال همچنان ولی بخوان، یا اینکه همونجور که گفتیم یه بهانه یا برای اینکه بخوان رابطه رو سریعتر ترک کنن. هیچ کاری نکردن دیگه، هیچ کاری نکردن و احساس میکنن حالا چه کاریه، مثلا مثلا ما که اینجا زندگی میکنیم، حالا اونا که اون ورن، حالا چه کار به ما دارن. ولی من واقعا پشت این خیلی چیز مثبتی نمیبینم. گفتن که وقت در مورد افراد اجتنابی وقتی ازشون دوری میکنیم و اونها دوباره برمیگردن چه روی کرده درست و سازنده ای میشه داشت؟ من فکر میکنم واقف بودن به این که ما من مثلا اون آدمی که ما بهش، اگر ما آدم استرابی هستیم، چون میگم خیلی اوقات این دوتا جذب هم میشن دیگه، استرابی اجتنابی، بعد نیست که هر کی رو خودش کار کنه. یعنی اون آدم استرابی باید وقتی که اون آدم اجتنابی یه ذره نفس میخواد بکشه، یکم کنار میخواد بکشه، مضطرب نشه، هی نخواد بره تک تک در بزنه، یه ذره بهش فضا بده، بگو اوکی این برمیگرده خودش. میدونی چی میخوام بگم؟ زیاد من بهش فشار نیارم. و اون آدم اجتنابی هم باید یاد بگیری که وقتی طرف یعنی باید هر کدوم استقلال و استقلال و فضای خصوصی هم دیگه یاد بگیرن که بتونن احترام بذارن بهشون. یعنی من واقعا فکر کنم این زوجا اگه بتونن برن رو کار کنن، امکان ادامه رابطه رو دارن. گفتین که استرابی بتونه اون فضای امن رو به اجتنابی طرف اجتنابی بده، بده، بعد اجتنابی گفتین به طرف استرابی بعد چه فضای اگر به من دیگه یعنی استرابیه میگه که من میخوام جدا بشم و برم و اینا، پنیک نکنه دیگه. چون معمولا اینا پنیک میکنن، بعد فقط تا زمانی که بتونن مطمئن بشن که طرف نمیره دوباره نزدیک میشن، بعد به محضی که نزدیک میشن دوباره احساس خفگی میکنن و میکشن کنار. من فکر می‌کنم دو نفر آدم که با هم زندگی میکنن یه سری ویژگی‌های همو باید بتونن یه جورایی بپذیرن دیگه، اون رو دیگه نمیشه خیلی عوض کرد. درست. فکر می‌کنین جواب این سوال رو میتونیم بدیم چون 6 دقیقه وقت داریم، اینکه چجوری الگوهای پیش زمینه‌ای خودمون رو تغییر بدیم تا چیزی که دوست داریم رو به دست بیاریم؟ این باید بمونه به نظر من هفته آینده، برای اینکه من یه چیزی بگم وقت نصف کار میمونه. اگه طولانی میشه خب پس بله، اگر لطف کنن دفعه دیگه این سوالو برای ما بدن من خوشحال میشم جوابگو باشه. من سوالشون رو مینویسم اینجا. بسیار عالی، ممنون. فکر میکنم برسیم صبح بحث دیگه رو باز بکنیم. الان هر سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران با خانم